بیژن مرتضوی از چهره‌های برجسته هنر ایرانه. او با سالها حضور درخشان در عرصه موسیقی آثار ارزنده‌ای را خلق کرده و در بسیاری از تالارهای مجلل جهان به روی صحنه رفته. از انتشار آخرین آلبوم بیژن مرتضوی چند سالی می‌گذره و بسیاری از دوستداران او در انتظار شنیدن آثار تازه هنرمند محبوبشون هستند. عکس تو یکی از ترانه‌های جدید بیژن مرتضوی است که چندی پیش منتشر شد. مرتضوی از جمله هنرمندانی هستند که کمتر در گفتگوهای تلویزیونی شرکت میکنن و من خوشحالم که امشب میزبانشون در شهر لندن هستیم تا درباره فعالیت‌های تازه هنری او صحبت کنیم. آقای مرتضوی به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه امشب در لندن با ما هستید. سلام عرض میکنم جناب مکری، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم شما و بقیه دوستان هم بسیار حالتون خوب باشه. آقای مرتضوی، شما چند سالی است که به شهر ساکرامنتو در شمال کالیفرنیا رفتید، اونجا زندگی میکنید. چرا از لس آنجلس دور شدید و همین زندگی در شمال کالیفرنیا تأثیری در فعالیت‌ها و برنامه‌های هنریتون نداشته؟ حدودا 3.5 سال پیش من از لس آنجلس به ساکرامنتو رفتم و دلایل مختلفی داشت. یک، به خاطر ارزم بزرگ شما، مدرسه بود که پسرم مشغول تحصیل شد در اون و خواستم یه مقدار در آرامش بیشتری باشم. خب این رو کردم در ساکرامنتو که یه مقدار دورتر از لس آنجلس هست، به دست خواهم آورد، با خیال راحت تری بتونم کار کنم و در آرامش بیشتری باشم، یه مقدار از مسائل جانبی لس آنجلس به دور باشم. و نه، در کارم فکر نمی کنم که تأثیری گذاشته، به خاطر اینکه برای اجرای برنامه ها به هر صورت سفرها ما از ساکرامنتو انجام میدم و تماسی هم که با من گرفته میشه اگر در خارج از کشور باشه که به هر حال یک منیجمنتی هست هندل میکنه و به اصطلاح بررسی میکنه کارها رو، و اگر کسی قرار باشه با من در تماس باشه که به آسونی میتونن این کار انجام بدن. بسیار هم عالی. آقای مرتضوی، از انتشار آخرین آلبوم شما مدتی میگذره، آیا دلیل خاصی داره که کار تازه ای از شما به صورت آلبوم منتشر نشده؟ چرا انقدر طول کشیده تا اثر تازه‌تون تهیه بشه؟ والا این جوابش مقداری باید عمیقا بهش پرداخت، ولی به خاطر وقت کوتاهی که من دارم، یعنی ما داریم، اجازه بدید خیلی مثلا چکیده این داستان رو براتون توضیح عرض کنم. حدودا 4.5 سال پیش من آلبوم آخر رو ارائه کردم به بازار به نام بمنچه که همکاری من و ایرج بود، آقای ایرج جنتی عطایی، آهنگا ساختار خودم بود و شعرها از ایشون. بعد از اون ما شروع کردیم به کار کردن. واقعا شاید اون آلبوم هنوز تمام نشده بود که ما کار آلبوم جدید رو شروع کردیم، ولی کن یک حسی در من بود، به خاطر اینکه این حس رو من همیشه با خودم حمل کردم در هر نقطه ای از کار حرفه ایم، این بود که به صلاح تا اونجا که ممکنه بتونم کار رو هم سلامت به بازار عرضه بکنم و هم یک تفاوت‌های خاصی داشته باشه که به هر حال یه چیزای جدیدی رو در خوش در بر داشته باشه. و خب این ایرج هم یار من دقیقاً از همین مسئله برخوردار بود و می‌خواست که به هر حال اشعار، ترانه‌ها یک مفهوم و یک حالت حس دیگه ای رو داشته باشن. برصورت این کار خب طول می‌کشه، علاوه خصوص که خب کارهای آهنگسازی و تنظیم و نوازندگی و این داستانش هم همه با خود من بود، من
نتیجتاً یه مقدار بیشتر از حالت عادی طول میکشید. ولی چیزی که این رو به این حالت در آورد، یعنی 4.5 سال، خب ما حدوداً 2 سال پیش این آلبوم رو آماده کرده بودیم. یک مقدار فرمول های جدید بازاریابی است که همه رو گیج کرده، نه تنها ما هنرمندان ایرانی رو، بلکه در آمریکا هم همینطوره، در انگلستان هم که من هستم اینو مشاهده میکنم، یعنی از چند سال پیش، و اون هم به خاطر مسئله اینترنت و به هر حال سهل بودن این کارهاست برای در دسترس قرار گرفتن شنونده هاش. خب این یه مقدار نقاط مثبت خودش رو داره، نقاط منفی خودش رو هم داره که در صورت باید یه فرمولی باید پیدا میکردیم. حالا من نمیتونم قاطعا بگم ما به این فرمول دسترسی پیدا کردیم که بتونیم با خیال راحت این رو روانه بازار بکنیم، ولی خب جزء واجباته که من باید این آلبوم رو روانه بازار بکنم و با یک همکاری یه سری از دوستان خوبم، علی خصوص داریوش نازنین، آقای اقبالی، که داریم یک روشی رو حرکت میکنیم که انشالله امیدوارم که نتیجه مثبت بده. آقای مرتضوی، بسیاری از هنرمندان ایرانی همونجور که شما هم توصیف کردید این روزها برای تهیه آلبوم دچار مشکلاتی هستن که همین روند تهیه و تولید و خرید سی دی ها به نوعی اون رو در بر میگیره. شما یکی از چهرهای برجسته موسیقی ایران هستید، مردم شما رو میشناسن، کارهاتون رو دوست دارن. چگونه میتونن هوادارانتون، طرفدارانتون شما رو حمایت بکنن واسه تولید کارهاتون؟ شما چه انتظاری از اونها دارید؟ عرضم به حضور شما که ببینید، همون که عرض کردم، یک میبخشید من این واژه رو استفاده میکنم، ولی یک بلبشویی به وجود آمده در عرضه و تقاضای کارهای هنری، علل خصوص در فرهنگ ما، که ما هیچ چاره ای ندیدیم به غیر از اینکه فرض بفرمایید اصلا بگیم مثلا در فلان کشور اصلا آلبوم ما وجود نداره. این به این معنی است که یعنی اگر خواستداری، شنونده یا علاقمندی، طرفداری خواست اینو تهیه بکنه، اگر در فروشگاهی دید بدونه که این مال ما نیست، یعنی به صورت قاچاق، همون چیزی که از روزهای اول گریبان این اینداستری و این صنعت هنری رو گرفت، بدونه که این اگر بخره به ما کمکی نکرده، این به یک کاپیزن کمک کرده. متاسفانه مجبور شدیم این کار رو انجام بدیم و خیلی از شهرها رو ما اصلا نخواهیم فرستاد و فکر کردیم بهترین راهش از طریق سایت های خودمون باشه. داریوش سایت خودشو داره، من visionmusic.com سایت خودم رو دارم و از اون طریق بتونیم با مخاطبینمون در رابطه باشیم و به اصطلاح بتونیم نیازشون رو برطرف بکنیم.